درود به همه شما عزیزان امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون عالی باشه با من همراه باشین با داستان امروز سلام من تیر دادم و حدود سی سال سن دارم من از خانواده های اشرافزاده دوران قدیمم که هنوز تو روستاشون حرف اول و شاه میزد و بقیه فقط بله قربانگو چشم قربانگو بودن اینجا مثل خیلی جاهای دیگه هنوز این چیزا رواج داشت و ازدواج اجباری و از این جور زورگویی ها حتی برای ما که از نوادگان خانیم هم اجباره درسته که ما تو شهر هم رفت آمد داریم و حتی همون پدر و مادرم هم, هم هر چند وقت یه باری یه سری میزنن تا هم از اوضاع ما خبردار بشن و هم حالا یه جورایی به اهل روستا فخر بفروشن ما پنج تا خواهر و سه تا برادریم که هر کدوممون راه خودمون رو رفتیم اما بازم جدایی از مامان و بابامون نیفتادیم اگه بخوام زندگی هر کدوممون رو بگم باید بگم که تمام خواهر و برادرای قبل از من که یعنی من آخرین بچه باشم به زور بابام ازدواج کردن و هیچ کدوم به اون آدم مورد علاقهشون نرسیدن همه خواهر و برادران بچه داشتن و حتی خواهر کوچیکم همین چند روز پیش نوش و در آغوش گرفت خانواده پرجمعیتی بودیم و وقتی به دستور پدرم هر یه ماه دور هم جمع می شدیم کل امارت از آدم پر می شد. من تنها بچهشون بودم که هنوز زن نداشتم و عزیز دل تک تک خواهر و برادرام بودم. حتی جدایی از اونا چون با بچه هاشون فاصله زیادی نداشتیم و توی یه رنج سنی بودیم روابطمون با هم خیلی خوب بود. خواهر بزرگم با پسرموی خودش به اجبار آقاجونم ازدواج کرده بود. و تا اونجایی که به گوش من رسیده بود خودش خواهان این ازدواج نبوده و دلش اسیر نگهبان دمه در حسن آقا بوده که همین الانم همینجا مشغول کاره. خیلی دوست داشتم قضیه این دوست داشتن رو بدونم. چون میگفتند به خاطر همین علاقه هم خواهرم چند وقتی تو خونه زندونی شده و هم حسن کتک خورده. حتی همین الانم از نگاه های زیر, زیر و حرف های به ظاهر از خونواده احوال پرسی کردن خواهرم و حسن آقا هم معلوم بود که اینا یه دلی به هم دادن که هنوزم هم مال همه حسن آقا با داشتن 60 سال سن هنوز ازدواج نکرده و من می دیدم که چقدر ارتباطش با بچه های خواهر بزرگم خوبه و حس می کردم بهشون حس پدری داره شوهر خواهرم مرد بدی نبود اما خب اونم خانزاده بود و جون به جونشم که میکردی اون اخلاق اونق بودنه و اینکه دم به دم بخواد بهت امر و نهی کنه رو داشت دنبال دونستن این قضیه بودم و آخرش دلم و به دریا زدم و سراغ حسن رفتم همیشه بیشتر وقتشو پای باغچه و باغ تلف میکرد و انگاری تنهاییش رو با همونا پر کرده بود نمیدونستم باید چجوری سؤالم و مطرح کنم داشتم از کاروبارمون تو شرکت براش حرف می زدم. از اینکه برادر بزرگم و شوهر خواهر بزرگم دست به دست همن و همیشه حرف اول و آخر رو اونا می زنن. و ما بقیه بچه ها و دومادا فقط یه نقش نخودی رو داریم که هر از گاهی بحث سرکشی به کارگرا یا بعضی از حساب کتابا رو دستمون میدن. اونم با هم همدردی میکرد و تو ادامه حرف هم کارای اونا رو اشتباه تلقی میکرد و بهم هم میگفت که حتی اگه اونا نمیخوان که شما تو کارها دخالت کنین شما خودتون رو وسط بندازید و حق اظهار نظر به خودتون بدید. بالاخره هر هرچی نباشه شما هم بچه های همون پدرین و همتون این حق و باید شریک باشین. حرفاشو تایید میکردم و حالا که دیگه حرفی برای گفتن باهاش نداشتم از اومدن پشیمون شده بودم چون نمیدونستم چطور باید از جریان گذشته ها ازش بپرسم. میخواستم زودتر خودم و از اون منجلاب بیرون بکشم و از زیر دستش در برم تا اینکه دیدم وقتی دو شمدونی های دور حوض و آب میداد و برگای حرزش رو میچید خودش لب باز کرد و بعد از کشیدن نفس عمیق کشداری شروع به حرف زدن کرد. منم که خودم مشتاق دونستن این موضوع بودم و اصلا به خاطر همین پیشش اومده بودم سر تا پا گوش شدم و پای حرفاش نشستم اینکه چرا با این سن این همه کنجکاو دونستن بودم و مثل بقیه برادرام که غرور عضو جدا نشدنی وجودشون شده بود نبودم هر جور شده بود از فکر بیرون کشیدم و به حرفاش که به گذشته های دور و رابطش با اهل این خونه و مخصوصا خواهر بزرگم برمیگشت گوش کردم از این میگفت که خودش جز به اولین خدمتکارای این خونه بوده و از همون بچگیش که پدر و مادرش رو تو زلزله از دست داده آقا جونم اینجا آوردتش رو مشغول به کارش کرده از لطف و محبت های آقا جونم نسبت به خودش میگفت و من مونده بودم یه مرد چقدر میتونه بزرگ باشه که بعد از این همه ظلمی که در حقش شد و نزاشتن به کسی که دلش میخواد برسه بازم بدی رو ول کرد و به خوبی ها چسبیده به هم گفت که خواهر بزرگم هفت ماهه به دنیا اومده چون اون وقتی که مامانم سرش حامله بود بر اثر زلزله ای که اومده بهش شوک وارد شده و برای همین مجبور شدن که بچه رو زودتر به دنیا بیارن تو شوک حرفاش بودم و اینکه چطور این همه ماجرا هنوز فاش نشده و منی که بچه این خانواده‌ام از هیچ کدوم اینا خبر ندارم فعلا بی خیال این فکر را شدم و به حرفای حسن چسبیدم به اینکه وقتی اون تو این خونه اومده و تازه هفت سال سن داشته خواهر بزرگه من به دنیا اومده و به خاطر همین اهل امارت قدمش خوشیوم میدونستن تو فکر این رفتم که چرا وقتی قدم حسن و خوشیوم میدونستن بعدها نذاشتم که با خواهرم ازدواج کنه که با ادامه حرفاش به حرفم رسیدم میگفت که اون روزا کاراش کمتر بود و به خاطر سن کمش هواشو داشتن تا اینکه کم کم خواهرم بزرگ و بزرگتر می شد و مامان و بابام سرگرم بچه های جدید می شدن و قبلی ها رو به دست خدمتکارها می سپردن. به اینجا که رسید گفت که البته به جز تو چون تو سوگلی اهل خونه بودی و خان از اومدنت خیلی خوشحال بود همش خودش و مامانت حواسشون بهت بود و از صفر تا صد تو خودشون بزرگ کردن و مواظبت بودن از اینکه تازه فهمیدم که دست پرورده خود مامان و بابام بودم اما اخلاقم صد درجه با اونا متفاوت بود تعجب کردم اما به حرف ها گوش کردم و اون از خاطره هایی که با بازی با خواهرم داشت میگفت میگفت با اینکه بچه های بعدی هم دختر بوده اما اینا اصلا هیچ توجهی به بقیه نداشتن و واسه خودشون بودن میگفت که اون روزا خان با همون کار نداشت و این بازی ها رو سر تنها بودن دوتامون میذاشت تا اینکه من 20 ساله شدم و خواهرت 13 سال سن داشت جستش ریز بود اما خب سن ازدواج تو روستا تو همین حدودا بود و خواهر تو به اون سن رسیده بود برای همین سخت گیری های خان تو رفت آمداش بیشتر شده بود و منو از کار تمیزی تو امارت به نگهبانی فرستاد تا کمتر تو دیده هم باشیم و به قول خان بچه بازیامونو تموم کنیم حسن گفت که هر وقت یکی از بچه های آقا جون به سن ازدواج میرسیده. رسیده بی قبلی ها می و کلا همه هوش و حواسش رو میذاشته رو اون یکی تا خوب از پس ازدواجش بر بیاد. جدا از این می گفت سن ازدواج همه یه بچه هاش به بالاتر از 20 نمی رسید و اینکه من هنوز با این سن مجرد موندم جایی تعجب داره. منم بهش گفتم که اصرارهای زیادی برای ازدواجم هست اما من خودم قبول نمی‌کنم. دلم نمیخواد که تو این سن زن و بچه داشته باشم اونم به هم گفت که همه ی بچه های آقا جون این حرف رو بهش میزدن و حتی بهش میگفتن که این طرفی که براشون انتخاب شده رو دوست ندارن اما آقا جون به حرفشون گوش نمیکرد و بدون چون و چرا پای سفره عقد مینشوندتشون میگفت اون روزا هم سر ازدواج خواهر بزرگم هم همین ماجراها پیش اومده بود حسن میگفت بین من و خواهرت هیچ حرفی از عشق و علاقه رد و بدل نشده بود. اما نمیدونیم چی جوری شد که بعد از اون دور افتادنه انگاری که یه چیزی از همون کم شده. در به در دنبال هم بودیم. میگفت که خواهرم خواستگارای زیادی از خانزاده های روستاهای اطراف داشته. اما تو رأس اونا پسرموش بوده که از همون بچگیش تو شهر بزرگ شده بود و تحصیل کرده یه شهری بوده از اینکه خواهرم از هر موقعیتی استفاده میکرده تا دم در بیاد و یه سراغی از حسن بگیره میگفت تا اینکه رسید به اونجایی که بحث بحث فاش شدن این علاقه بود میگفت یه شب وقتی امارت تو خواب فرو رفته بود حتی سگ هم جرأت واق واق کردن نداشت خواهرت پاورچین پاورچین تا دم اتاقک که من اومد میگفت با هزار ترس و لرز پیش خودم جاش دادم و اون تو بغلم گریه میکرد تا اینکه لب باز کرد و بعد از گله کردن به اجبار آقا جونت که میخواد به عقد پسر برادرش درش بیاره به هم گفت که حسش به من یه حس خاصه که به خواهر برادری بر نمیگرده و بالاتر از حس یه همبازی بچگیه اون شب همون شبی بود که وقت اعتراف بود و منم که برده این حس شده بودم بهش اعتراف کردم تا جایی که اون شب تا نصفه هاش تو بغل هم برای هم خوندیم و کار رو با یه بوسه تموم کردیم اون تو امارت رفت و من از ممو جذب کردم تا از خان خواستگاریش کنم از این میگفت که وقتی که این خواستش رو به آقا جونم گفته همون وقت یه در گوشی درست و حسابی که برق از چشماش پرونده نصیبش شده حتی میگفت مجازاتش به همون یه سیلی هم ختم نشد و گفت جدا از اینکه از داداش اولیم که اون روزها هفت سالش بود و این جریان شنیده کتک خورده اما جرأت حرف زدن نداشته از چند نفر قول تشن که محافظ های بودنم چند تا گوشت مالی خورده تو کف حرفاش بودم و نمیدونستم باید چی بگم که چرا به خاطر اینکه شغل پسرم از حسن بهتر بوده بیخیال عشق و علاقه این دو نفر به هم شدن و اجبار که منفورترین امر توی زندگی هر آدمیه رو وسط زندگی هاشون انداختن میخواستم لب کنم و بگم که چرا برای عشقشون بیشتر تلاش نکردن که خودش شروع کرد و از اینکه خواهرمم به خاطر اینکه به علاقش به آقاجونم جونم در باره حسن گفته بوده هم حرف شنیده و همین که بعد از یه دنبوزی که از آقا جون خورده چند وقتی رو تو اتاق خودش زندونی شده حسن میگفت وقتی که خواهرم تو اتاقش زندونی بوده اون هر روز وقتی که امارت آروم می شد و آقا جونم برای بازرسی به سر زمین ها می رفته، اونم می رفته زیر پنجره خواهرم که پشت امارت رو با هم حرف می زدن می آخرین بار که من می آخریه ولی خواهرت نمی دونست دیدم که یکی از خدمتکارای آقاجونت که خبرچینشه داره از پشت شمشادها ما رو می بینه اون روز میخواستم بهش بگم اگه مایلی بیا دست به فرار بزنیم اما دلم نمیومد این زندگی شاهنشاهی رو ازش بگیرم و توی یه دخمه ببرمش که ته تهش نون و آبش آب ماست خیار بشه از اینکه بعدش حدسش درست در اومد و اون خدمتکار همه چیزو کف دست آقا جونم گذاشته میگفت به اینجای کار که رسید از اینکه چرا آقا جونم با این اخلاق و خوب اخراجش نکرده بود به تعجب اومدم اینکه خودش گفت که بعد از اون اتفاق مراسم ازدواج خواهرم و روی دور تند انداختن و آقا جون حسن و چند روزی توی انباری پشت باغ بسته تا تو دست و پا نباشه می گفت بعد از اینکه خطبه عقد و خونده بودن و آقا جون از عقد دخترش خیالش راحت شده بوده سراغ حسن میاد و براش خط و نشون میکشه میگه که تا همین الانش هم به خاطر یتیم بودنش از سر گناهاش گذشته و حالا هم یه شانس دوباره بهش میده تا اگه دلش میخواد دوباره تو امارت مشغول به کار بشه و در کنار این برا شرط و شروط هم میذاره که اگه یه بار دیگه دوروبر بچه هاش مخصوصا دختراش ببینتش اون وقت بهش رحم نمیکنه و اخراجش میکنه اینجا یه کار که رسید خنده ای کرد و گفت که آقا جونت فکر میکرد من به خاطر مال و اموالش دنبال خواهرت افتادم اما اون نمیدونست که دلباختن کاری به اینجور مسائل پیش پا افتاده نداشت. دلم گرفت و وقتی با هی گفتن خواست ادامه ی حرفش رو بگه دستی جلوی صورتش گرفتم و گفتم که از اینجا به بعدش رو خودم میدونم و چشمامو روی موزاییک ها سر دادم. اینکه حسن خودش شروع کرد و گفت بابا جان این چیزا که قصه نداره مثل این چهل سالی که گذشت باقیشم میگذره. درسته که سخت میگذره و تو باید فقط یه بیننده باشی برای زندگی که مال خودت بود اما دیگه کاریه که شده و قصه درمون کارش نیست به این که این مرد صبر و حوصله داشت هیچ کس دیگه نداشت و نه که نمیتونست تا اینجا یه زندگی بیاد و تحمل کنه بعد از اینکه از حسن خداحافظی کردم تو امارت رفتم که با دیدن زنداداش دومم که برای چندمین بار داره پشتم توی اتاق میاد به سمتش برگشتم و با گرفتن انگشت اشارم جلوی صورتش بهش گفتم که اگه یه بار دیگه دور بر خودم ببینمش کاری میکنم که از کرده خودش پشیمون بشه اما اون با پرویه تمام بدون اینکه توجهی به این کنه که از داداش من یه بچه پنج ساله داره بهم گفت که اول بشینم به حرفاش گوش بدم بعد اگه راضی نشدم خودم این رابطه رو نخواستم میتونم پسش بزنم از گوشه پیرهنش گرفتم و بعد از اینکه توی اتاق خودم کشیدمش به دیوار چسبوندمش که اون پای این گذاشت که ازش خوشم میاد و میخوام آغازگر یه ارتباط باشم اما من با حلقه کردن دستم دور گردنش بهش گفتم که اگه فقط یه بار دیگه ببینم داره سر و گوشش می جنبه به داداشم میگم تا طلاقش بده اونم که از اسم طلاق میترسید و چشمش دنبال مال و ملانی بود که قراره بهش برسه بدون حرف اضافه دیگه تون تون سرشو تکون داد و بعد هم با باز کردن در خودشو به سرعت بیرون انداخت اینکه آقاجونم نمیدونست یه همچین مارهایی رو برای بچه هاش برای زندگی کردن انتخاب کرده آزارم میداد و دلم نمیخواست هیچ وقت مثل خواهر و برادرام بشم اما اون وقت نمیدونستم دور روزگار جوری میچرخونه که هرچی تو ذهنته حتی اگه بد باشه هم یه روزی برات اتفاق میافته. این اتفاق ها گذشت تا اینکه روزی که بچه های آقا جون تو امارت جمع بودن آقا جون داداش بزرگم و خواهر بزرگم و تو اتاقش برد و میخواست باهاشون حرف بزنه. وقتی داشتن میرفتن تو اتاق کسی ندیدتشون چون هرکس حواسش پی کار خودش بود. اما من چشم پاییدم و دیدم که رفتن تو اتاق کار آقا جون. واسه این همین بدون اینکه جلب توجهی کنم سراغشون رفتم و پشت در اتاق به گوش وایستادم. آقا جون داشت در مورد ارسش حرف میزد. می, می گفت که این امارت و هر چیزی که توی روستا داره مال من و به بقیه بچه هاش چیزی نمیرسه. اما در مورد کارخونه که توی شهر داشت می گفت که باید بین دختر و پسراش به یه اندازه تقسیم بشه به دختر بزرگه و پسر بزرگه سهم بیشتری برسه پوز خندی به این حرف آقا جونم زدم و تو دلم گفتم این ارث بیشتر حمله بود به خاطر اینه که دو ماده اولیش پسر برادرش و عروس بزرگترش بچه خواهرشه. واسه همین داره واسهشون آزوغه بیشتری جمع میکنه تنها تعجبم از این بود که چرا آقا جون به جای اینکه سهم ارسی که از روستا قراره به بچه هاش برسه رو به من داد و برای بقیه سهمی نذاشته تا اینکه با ادامه حرفاش جواب سؤالم رو گرفتم و دلم میخواست بهش بگم که من این ارس رو نمیخوام فقط برای من امر و نهی نکنه و نخواد که بالا سر زندگی من اجبار بیاره اما توی حرفای آقاجونم این بود که چون قرار منو مجبور به ازدواج با بزرگترین صاحب زمین های این روستا بکنه واسه همین این ارثو رو برام میذاره چون میدونه که من از این روستا با وجود این ازدواج جدایی ندارم و هیچ وقت فکر فروش این چیزا به سرم نمیزنه. تو دلم به حرفاش پوزخند میزدم. اما نمیدونستم قرار روزگار بلاهایی سرم بیاره و یه روزهایی اون بهم هم پوزخند بزنه. بعد از اینکه کار به حرفای پیش پا افتادشون رسید از پشت درخیز زدم و سمت اتاق خودم رفتم. نمیدونم این فکر چی بود که همیشه همراه من بود و الان وقتی که پشت میز مطالعه نشسته بودم فکرم سمت ازدواج برادر بزرگم با دخترم مم رفت اینکه چجوریه وقتی که ارتباط بابام با یکی از برادراش و دو تا از خواهراش سر ارسی خراب بود و از قضا زن برادرم دختر یکی از همون انبه هم بوده چرا برای برادر بزرگم گرفتنش در صورتی که رابطه خوبی با هم ندارد و پسر بزرگشون که فقط چهار سال از من کمتر سن داره به خاطر اینکه تو خونه شاهد دعواهای مامان و باباش نباشه خونه مجردی گرفته قبل از اینکه جریان ازدواج خواهر بزرگم و بدونم درگیر اون بودم و حالا درگیر ازدواج برادر بزرگم شده بودم این وسط مطمئنا یه چیزی لنگ میزد که آقاجونم با اینکه میدونست برادرم دختر خانه بالا رو میخواست و چون وضعشونم خوب بوده آقاجونم مخالفتی نداشته بازم رفته سراغ دختر خواهری که باهاش جنگ و دعوا داشته اما مینا از همون وقتی که با داداشش اینا سر ارث دعواشون شده بود جمع کرده بودن و رفته بودن توی شهر دیگه خیلی عادی زندگی میکردن تا اینکه نمیدونم این وسط چه اتفاقی افتاد و آفتاب بخت از کدوم وری در اومده که داستان به ازدواج برادرم با دختر همون امم رسیده با اینکه میدونستم حسن از این جریان هم خبر داره اما انگار روم نمیشد واسه بار دوم پیشش برم و ازش توضیح گذشته ها رو بخوام حس می کردم هم غرورم له میشه همم هم دیده دید حسن نسبت به هم تغییر میکنه با اینکه میدونستم اهل این حرفا نیست اما دلم نمیخواست حسن فکر کنه من یه چیزی جدای خانواده‌مم و غرور ندارم که هر دم سراغش میرم و سراغ گذشته ها رو ازش میگیرم پس بی خیال حسن شدم و تو فکر این رفتم که میتونم پیش کی برم تا از گذشته ها خبر داشته باشه و بتونه با گفتنش این روح سرکشم و آروم کنه تا اینکه به خاتون آشپز امارت رسیدم یه پیرزن که اخلاقش طلا بود اما به ساز هر کسی نمیرقصید و فقط بلد بود با یه آدمای خاصی بشین و پاشو کنه گذاشتم وقتی که هوای امارت خلوت شد پیشش برم روزی که بقیه خدمه سرگرم تمیزکاری امارت بودن و تنها خاتون تو محل جمع شدن خدمتکارها تنها بود پیشش رفتم و هر جوری که شده بود سر صحبت و باهاش باز کردم اولش مثل قضیه حسن نمیدونستم که چه جوری باید باهاش حرف بزنم و ازش بخوام که از گذشته ها واسم تعریف کنه اما بالاخره دلو به دریا زدم و با گفتن اینکه چند وقتی ذهنم درگیر ازدواج خانداداشم شد و نمیدونم چرا خواب و خوراک برام نذاشته خاتون و نگران خودم کردم و اونم که دلسوز ما بچه های آقا جون بود با هزار تا قربون صدقه رفتنم و اینکه چرا زودتر درگیری ذهنم و براش نگفتم شروع به گفتن کرد. اولش از اون جریان ارث و میراث و دعوای پدرم با برادر و خواهراش میگفت البته این وسط تنها چیزی که نمیدونستم و ازش خبر نداشتم اما از حرفای خاتون فهمیدم این بود که امویی که آقاجونم باهاش دعوا داشته از کشور خارج شد و بعد از همون بار اولی که دعواشون شده دیگه طرفای این خانواده پیداش نشده اما از اینا که گذشت وقتی داشت به جریان ازدواج خانداداشم با دخترم من میرسید دو تا گوش داشتم و دوتا تا دیگه هم قرض کردم تا سر در بیارم که تو این امارت چه خبرهایی بوده که الان به اینجا رسیده خاتون میگفت چشم خانداداش هم دنبال همون دختر خانه بالا که ازش خبر داشتم بوده و حتی چند باری هم رفت آمد بینشون اتفاق افتاده برای بحث ازدواج و این چیزا اما اون وسط یه اتفاقای افتاده که آقاجونم جونم تموم روابطشو سر همین قضیه لغو ازدواج با خانه بالا به هم زده با گفتن این حرف خاتون که به اسم قضیه از اون جریان یاد کرد و نگفت که چیان یه تلنگور تو ذهنم خورد که شاید خودشم نمیدونه من مجبورم تو کف دونستن این ماجرا بمونم اما دیدم خودش بعد از هی مادری که کشید و دستی که روی میزاش پس خونه تکون میداد شروع به گفتن قضیه کرد گفتش که این اتفاق به خاطر این افتاده که شوهرم من بعد از مدت که از قضیه دعوا سر ارث و مال و منال گذشته بوده پیدا شد و با آقا جونم بحث و باز کرده خاتون میگفت اون اولاش که این اتفاق افتاد کسی ازش خبر نداشت حتی خانداداش هم, هم با اجبار و تهدید به اینکه بهش ارث نمیدن پای سفره عقد نشوندن و این صحبت ها فقط بین آقا جون و شوهرمن من بوده تا اینکه وقتی خانداداش هم تو عقد با دخترم من بوده یه روز وقتی داغ میکنه سراغ آقا جون همی رو داد و بیداد راه میندازه و ازش توضیح میخواد خاتون میگفت اون روز تو امارت یه جنگ بود یه جنگ بین خان و وارث خان که نه برنده داشت نه بازنده میگفت خان اون روز انگار از همیشه بیشتر شکسته بود که مجبور شد به خاطر اینکه پسرش این وصلت رو به هم نزنه همه اون قرارهای بین خودش و شوهر خواهرش رو فاش کنه می گفت که اون روز همه تو امارت جمع بودن. از بزرگ تا کوچیک و خان اون روز بعد از گفتن حرفاش همه رو قسم داد به عزیزترین کساشون که به کسی این جریان رو نگن. بعد هم به هم گفت که اگه میبینی الان دارم اینا رو به تو میگم به خاطر اینه که تو هم جزوی از این خانواده ای و دونستن این مسائل حقته. بعد هم شروع کرد به گفتن حرفای آقا جونم به اینکه شوهرمم تهدیدش کرده به اینکه اگه آقا جونم پسرش رو به عقد تک دخترش در نیاره امم و طلاق میده و تو شهر آوارش میکنه جدای از اینا چون سن امم و شوهرش بالا بوده و این وسط طلاق واسه جلوه بدی داشته شوهر امم گفته که این خبر رو تو روستا پخش میکنه و امم و بدچهره نشون میده آقا جون که از اینجور مسائل واهمه داشته مجبور شده که داداش بزرگم و به عقدش در بیاره میخواستم از خاتون بپرسم که قصد شوهرم از این کارا چی بود و میخواسته با دادن دخترش به خانداداش من به چی برسه که خودش پیش قدم شد و زودتر از من شروع کرد. خاتون میگفت بعد از تموم شدن بحث اون روز این ماجراها تمومی نداشت. برادرت گله میکرد و همش سر آقا جون داد و بیداد میکرد که اون با این کارش زندگی بچهش رو نابود کرده. تا اینکه یه روز وقتی امت برای جنگ و دعوا به امارت خان اومده بود و خان دیگه از دست این بازی ها خسته شده بود از بس که خواهرش بعد از عقد دخترش هی به خان فخر میفروخت که تو بعد از اون دعواها بازم سراغ خانواده من اومدی و از اینجور حرفا خان جلوی خواهرش وایستاد و بعد از گفتن تهدیدهایی که شوهر خانو کرده به خواهرش گفت که شوهر تو هنوزم بعد از گذشت چندین سال چشمش به مال و اموال منو و به خاطر اینکه یه سهمی از ارث من بهش برسه دخترتون رو بهمون به انداخته بعد هم خان با دیدن چهره از حال رفته خواهرش باهاش اتمام حجت کرد و گفت که اگه پاشو تو زندگی پسر خان بکنه و بخواد هر روز جنگ و دعوا راه بندازه قید همه چی و میزنه و پسرشو از این بند اسارت آزاد میکنه از خاتون پرسیدم که یعنی خانداداش دیگه دنبال دختر خانه بالا نرفت خاتون سرش رو پایین انداخت و با تکون دادن سرش گفت که یه چند وقتی بود که خانداداشم شبا قیبش میزد و دم طولو پیداش میشده میگفت خان از وقتی فهمید یقش رو گرفت و با چند تا تهدید مجبورش کرد به اینکه بگه شبا رو تا صبح کجا سر میکنه داداشم هم, هم که دیده بوده راه فراری نداره لب باز کرد و گفته که شبا از وقتی با نگهبان دم در خانه بالای دوست شده اونجا میرو بعد از اون با زدن بیرون دختر خان از امارت تو انباری میرفتن و شب تا صبح و پیش هم بودن چشمام از حرفای خاتون باز مونده بودن چون میدونستم این کار خان داداشم یه ریسک بزرگی بود و ممکن بوده هر لحظه یکی ببیندشون خانم گفت اون روز دقیقا صورت آقا جونم مثل خودم شد و اون لحظه از شدت شک نمیدونست که چی باید بگو چی کار کنه اما بیکار ننشست فردای همون روز دنبال مراسم عروسی داداشت رو گرفت تا به قول خودش زودتر این بار ننگو از دوشش برداره خاتون میگفت که خان داداشم خیلی برای اینکه آقا جونم و از کارش پشیم کنه التماس کرد و کار انجام داد اما آقا جونم بهش گفت تو توی این سن باید این کار رو انجام بدی و طبق دستور من عمل کنی اگه تو سنهای بالاتری در حدی که دیگه دیدی نمیتونی باهاش زندگی کنی اون وقت میتونی با دادن سهم ارسش طلاقش بدی میگفت اون روز عروسی بود اما امارت غم داشت دختر خانه بالا هم اون شب عروسیشون اومد و حتی پشت در اتاق هجله هم وایستاده تا عزیزش و راهی خونه بخت کنه خاتون رو که میگفت بد جوری اشک میریخت انگار که خودش هم تجربه کرده باشه با سوز جیگر آه و ناله می کرد تموم فاصله ها رو کنار گذاشتم و به رسم مادر بودنش و اینکه از بچگی هوامو داشته تو بغل گرفتمش تا حق حقش آروم بشه دلم میخواست به هم میگفت که آخر این دختر خان به کجا رسیده که فکر کنم حرفمو از تو چشمام خوند که دستی به چشماش کشید و بعد از پای کردن اشکاش گفت که دختر خان از اون شب به بعد دیگه دختر نشد نه اینکه بگم رفت زیر یکی خوابی تا مثلا کار معشوقش رو تلافی کنه نه اما از اون به بعد بدون توجه به حرفای باباش و اینکه دختر نکن این کارات آبرومون رو میبره همش میرفت کنار چشمه بالای کوه و اونجا چنبره میزد حتی چند باری خانه بالا سراغ آقا جون و ازش خواهش کرد که بذاره خانداداشت پیش دخترش برو و باهاش حرف بزنه اما خان به خاطر ترسی که شوهرمت به جونش انداخته بود راضی به انجام همچین کاری نشد تا جایی که خبر رسید دختره بیچاره خودشو به دست جریان آب سپرد و تو اون آب یخ آزر اون قدری با جریان رود رفته که سرما زندگی خودش و اطرافیانش رو زد و دختر مرد تو بحت حرفای خاتون بودم و نمیتونستم حتی یه جنب و جوشی به صورتم بدم که احساس زنده بودن داشته باشم فکر به اینکه اون دختر جوان به خاطر ندونم کاریای یه عده دیگه از بین رفته بود داشت عذابم میداد و این عذاب تمومی نداشت که حتی خاتون هم متوجه حال و احوالم شده بود خاتون یلیوان آب به دستم داد و با کشیدن دستش روی سرم بهم گفت که گذشته ها گذشته باید به فکر الان بود و نزاش که اتفاقی بیفته که این گذشته ها دوباره نبش قبر بشه. بعد هم بهم گفت که بلند و تو اتاقم برم ساعتی استراحت به زندگی عادی برگردم. نمیدونم حالت صورتم چقدر وحشتناک بود که اون لحظه خاتون از شدت نگرانی وقتی پشت گاز وایستاده بود زیر لب داشت با خودش میگفت عجب غلطی کرده که این داستان رو واسه من گفته اما ترس و تعجب من اون وقتی بیشتر شد که خاتون به هم هشدار داد باید مواظب باشم گذشته ها دوباره اتفاق نیفته و این حرفش یعنی خاتون از یه چیزایی خبر داشت و حالا داشت منو واسه خطرهای احتمالی آماده میکرد با گیجی بلند شدم و داشتم پله ها رو بالا میرفتم تا برم و روی تختم بیفتم که صدای پچپچه چند تا از خدمه نگه هم داشته و خود به خود مجبورم کرد که بهشون گوش کنم داشتن در مورد خاتون حرف می زدن و انگاری یه چیزی از گذشتش فهمیده بودن که داشتن اونو تجزیه تحلیل می کردن. اما من انقدری خسته بودم و سرم درد می کرد که توانایی گوش کردن حرفاشون رو نداشتم واسه همین تو اتاق خودم رفتم و واسه چند ساعتی هم که شده با خواب خودم رو آروم کردم چند روزه همش تو فکر داستان خانداداشم شده بودم و پاک حرفای آقا جونم در مورد ازدواجم و حتی حرفای خدمه درباره گذشته خاتون رو از یاد برده بودم جریان خواهرم و حسن که دیگه جای خود داشت نمیدونستم چطوری باید درست و از غلط تشخیص بدم و این گذشته امارت و واسه خودم حل و فصل کنم فقط تنها چیزی که این وسط واسم مهم بود دختر دانشگاهی زن و شوهری بود که تو بخش خدمات کارخونه آقا جون کار میکردن چند وقتی بود زیر نظرش داشتم که میومد و بعضی وقتا به کمک مامان و باباش وای میستاد چند باری دلم خواست که جلو برم و از نزدیک ببینمش اما حرفهای بعد کارگرا که در مورد من و دید بدی که نسبت به اون دختر و خانوادش پیدا می کردن، مجبورم میکرد تا فعلا دندون رو جیگر بذارم. معلوم بود که مثل دخترهای دیگه نیست و همین خاص بودنش بود که به هم فهموند نگاه هم بهش جدای از بقیه است و انگاری دلم میخواد فقط از پشت شیشه های مدیریت نگاش کنم. یا حتی وقتایی که اونجا پر سراغ دوربین های نگهبانی برم. دلم به هم نهیب میزد که عاشق شدم و من در پی این بودم که انکارش کنم من میدونستم با اون حرفای آقا جون در مورد ازدواجم حالا حالاها دستم بند جنگ و دعوا با خانواده در مورد ازدواج اجباریمه و دلم نمیخواست این وسط یکی رو پاسوز خودم کنم تا به قول خاتون دوباره گذشته ها تکرار نشه واسه همین فقط از دور هواشو داشتم و میپاییدمش تا جایی که بالاخره آقا جون بحث ازدواج و پیش کشید و از اون به بعد من درگیر کارهای خودم شده بودم و از اون دختر دور افتادم ازش دور افتاده بودم تا روزی که رو در وایسی و کنار گذاشتم و برای نجات دادن زندگیم به حسم بهش اعتراف کردم اما قبلش خیلی اتفاقایی افتاد که باعث شد من از اون آدمی که سن زیادی نداشت و خونواده به عنوان بچه ازش یاد میکردن حالا شده بود یه بزرگی که تونسته بود از زیر اون ازدواج اجباری در بیاد و حتی به خاطرش جلوی خان هم وایسه البته که منظور از در رفتن از ازدواج این نیست که برای بار اول بهش نبگی اما هرچی که بود کار من مثل خواهرم و خان داداشم به بچه و اینا نرسید اون روز وقتی بحث ازدواج منو پیش کشید که همه بچه های خان توی امارت جمع بودن خان ازم خواست که حالا که بزرگ شدم باید به فکر ازدواج باشم و از نظر اون بهترین شخص برای من مریم دختر بزرگترین کشاورز روستاست و من باید حداقل تا دو روز دیگه همراه خان برای خواستگاری و از اینجور حرفا برم اولاش باورم نمیشد تا اینکه قرار و مدار خواستگاری رو گذاشتن و بعد از اینکه همه چیز رو مشخص کرده بودن به من گفتن من اصلا فکرشو نمی کردم که خان بخواد بلایی که سر بچه های دیگرش آورده رو سر منم بیاره و تحت آقاری خونش رو مجبور به ازدواج کنه. البته که این اجبار یه مشت حقیقت های رو هم که تا اون روزها پنهون بودن آشکار ساخت و من بسط اون دعواهایی که برای این ازدواج زوری و به اجبار راه می داختم فهمیدم که زن فعلی خان مادر خودم نیست و مامان اصلی من فوت شده. اینا رو خاتون با گریه میگفت و چون خواهر مامانم یعنی خاله من بود داشت از تمامش مایه میذاش تا من به خونه ای که اهلش رو دوست ندارم پا نذارم وقتی این جریان رو فهمیدم سراغ خاتون رفتم و ازش خواستم سیر تا پیاز ماجرا رو واسم تعریف کنه اونم با حالی بدتر از اون روز که ازش خواستم جریان خانده داشتم و واسم بگه شروع به تعریف کرد خاتون میگفت که من و مامان تزیه خانواده معمولی توی شهر بودیم فقط همین دوتا خواهر بودیم میگفت اصلا از زندگی توی روز تا و این چیزا خبر نداشتیم تا اینکه پدرم که توی یه روزنامه فروشی کار میکرد رو بهش یه تهمت های زدن و اخراجش کردن زندگی توی شهر خرج و مخارج بالایی داشت و ما هم تنها نونآور خونوادهمون که بابای خدا بیا مرزم بود الان دیگه هیچ درآمدی نداشت و ما در مونده یه لغمه نون شده بودیم خاتون با گریه میگفت که اون روزا جهنم واقعی تو زندگی خودش رو بهمون به نشون داد و پدرم مجبور شد از شهر به روستا بره ما تو خونه بودیم و با گلدوزی و این چیزا یه نونی به دست می آوردیم برای خوردن پدرم از این روستا به اون روستا آواره بود تا یه خان تو روستاش راش بده آخر سر یه روز بابام با کمری شکسته برگشت و مامانم و برداشت و تو اتاق برد با هم حرف می زدن و من و خواهرم در اتاقم به گوشت وایستاده بودیم از حرفای پدرم اینطور که معلوم بود یه خانی که همون آقا جون تو بوده قبول کرده ما رو توی روستاش جا بده اما یه شرط و شروطی واسه پدرم ردیف کرده بوده خاتون با اشک ملاقه رو توی قابلمه چرخوند و گفت وقتی که فهمیدیم شرط اون خان این بوده که باید یکی از دخترای پدرم سیغش بشه و اون یکی خدمه امارتش بابا و مامانم در مونده شده بودن. گریه مامانم که به حق حق افتاد بابام با به هم زدن در از خونه بیرون زد و بعد از اون مامانم با حال بدی که هیچ کس حال اون وقتش رو نمیفهمید از اتاق بیرون زد. پای صحبت با من و خواهرم که مامانت میشه نشست و خودش فهمیده بود که ما تموم ماجرا رو فهمیدیم. حق حق میکرد و ازمون چاره میخواست. ما هم چاره جز گریه واسش نداشتیم. تا اینکه مادرت که خواهر بزرگه من بود با پاک کردن اشکاش گفت که اون سیغه خان میشه و من چون سه چهار سالی ازش کوچیکتر بودم حالا حالا ها باید بچگی میکردم. خاتون میگفت همون روزها مامانم هم سن زیادی نداشته و هم رفته کل روزهای عمرشو میگرفتی به هیفته میرسیدی. میگفت وقتی بابام اومد با مامانم رفتن تو اتاق و مامانم همه چیزو کف دست بابام گذاشت که بابام وقتی از اتاق بیرون اومد مامان تو تو بغلش گرفت و با هم گریه میکردن اما اون گریه به قسم بابام اولین و آخرین گریه ما بود و قرار شد از اون روز به بعد دیگه هیچ کدوممون حالمون بد نباشه اما مگه شدنی بود بالاخره هر جوری بود ما از باب اساسیمون رو جمع کردیم و تو روستا رفتیم یه خونه اون ته جنگلاش نصیبمون شده بود که وقتی خانومت تو خونه تا عروسش رو ببین و سر صحبت با مامان و بابام بشینه با خودش چهار تا مرغ و خروس آورده بود تا ما با فروش تخم مرغ همونا خرج زندگیمون رو در بیاریم خان که میشه آقا جونت به مامان بابام گفت که باید خواهرم براش یه وارث بیاره و اما اون حق رفتن به امارتش رو نداره فقط ماهی یه بار خان می اومد تو اتاق با خواهرم هم خواب می شد. تا اینکه نتیجهش شد تو خان به همون گفت که منم بعد از اینکه پدر و مادرم فوت شدن باید برم امارتش رو واسهش کلفتی کنم خاتون به اینجای کار که رسید خنده عصبی کرد و گفت آقا جون تو حالا نبین که از هارتو و پورت افتاده اون روزا واسه خودش یه قلدری بوده که مثلش پیدا نمیشد. بعد هم با گفتن اینکه بشین همینجا تا من برم و چند تا گوجه از انباری بیارم منو تو فکر فرو برد اینکه چرا با اینکه من بچه زن علان خان نبودم اما رفتار بدی با هم نداشت و مثل بچه های دیگرش با هم رفتار میکرد حتی بعضی وقتها انقدری که به فکر من بود و به من میرسید هوش و حواسش به زندگی بچه های خودش نبود تا اینکه با ادامه حرفای خاتون به جواب سوالم رسیدم خاتون بعد از اومدنش دوباره شروع کرد به گفتن. از این گفت که وقتی خبر حامله بودن مامانم سر من رو پدرش به خان رسوند آقا جون کل شهر رو سور داده و گفته که زنش حامل است. می گفت اون روزا مامانم سر همین موضوع فشار حاملگی گرفت و در آخرم وقتی من تو هفت ماهگی به دنیا آورده از دنیا رفته. می گفت بلا فاصله بعد از به دنیا اومدن من، آقا جونم منو به امارت آورد و چون زنش هنوز از بچه قبلش برا شیر مونده بوده به منم شیر داد و واسه این همینه که مهر مادر و فرزندی به دل هر دوتامون افتاده خاتون میگفت همون روزها بود که مامان و باباش به خاطر غم از دست دادن مامانم زیاد دووم نیاوردن و اونا هم آسمونی شدن این وسط فقط خاتون مونده بوده که خان آوردتش تو امارت و به قول خودش این یه اتفاق خوب بود تا حواسش به بچه خواهرش باشه و ببینه بقیه باش چطور رفتار میکنن. میخواستم ازش بپرسم که چطوری شد که بقیه اعضای خانواده خان منو قبول کردن و حتی زن خان چجوری قبول کرده بچه کسی رو که نمیشناسه بزرگ کنه که خودش زودتر از من جواب حرفامو داد. خاتون میگفت از اینکه خان زنش رو چجوری راضی کرده و با چه تهدید یا قول و قراری بهش فهمونده که باید تو رو قبول کنه اما هر جوری بوده تو رو قبول کرده بود و اما در مورد بچه های خان گفت که آقا بهشون دروغ گفته گفته به خاطر مشکلی که برای زن خان یعنی مامانشون به وجود اومده مجبور شدن برند شهر رو با یه سری دوا درمون این بچه رو تو رحم یکی دیگه با پولی که دادن بزرگ کنن اونا هم قبول کردن و به قول خاتون من از اون روز شدم سوگلی امارت که از بچه بزرگ خواهرم پنج سال کوچیکتر بودم. خاتون با گفتن اینکه اینم از این زندگی مادر جان به حرفاش پایان داد و با گفتن اینکه پاشو برو استراحت کن منو به کنج تنهایی خودم فرستاد. از اون روز که گذشت خان اصلا به روی خودشم نیاورد که من فهمیدم که بچه این مادر نیستم و اصلا واسهش خوب و بد این زندگی من مهم نبود. از همون روز بعد دعوا هم دوباره تو سر من میگفت که خودم رو آماده کنم برای خواستگاری اجباری که پیش رومه هرچی بهش میگفتم آقا جون من حتی این دختر رو ندیدم از هیچ خوب و بد هم خبر ندارم به هم میگفت آخرش که میبینی و با خوب و بدش هم آشنا میشی آخر کار نه زور زدن های من جواب داد نه حرفای خاتون که دم به دقیقه به اتاق آقاجونم جونم می رفت و ازش خواهش می کرد که با من آخری به اجبار تا نکنه شبی که داشتیم می رفتیم خاستگاری کل بچه ها و نو نتیجه خان جمع شده بودن و اما فقط بزرگترا به خونشون رفتیم انگاری همه حالشون خوب بود از این وصلت اما غم خرخره منو داشت می جوید. خواهر قبل از خودم که تفاوت سنی کمی داشتیم از راه امارت تا خونه یه طرف دست دور گردنم انداخته بود و تو گوشم حرف میزد میگفت که دختر خیلی خوش بر رو و تو خوشگلی هیچ کس بهش نمیرسه اما با حرفاش من یاد دختر کارگرای کارخونه میافتادم و بیشتر از پیش دلتنگش میشدم با رسیدنمون به خونشون همه با کل وارد شدن و من فقط سرم پایین بود و در حد یه سلام احوال پرسی کوچیک صحبت می کردم. خان خیلی حالش خوب بود و نرسیده سر صحبت و با پدر مریم که از پشت همون چادری که به خودش پیچیده بود معلوم بود دختر خیلی خوشقد و بالایی و از خوشگلی صورت چیزی هم کم نداشت. دروغ چرا؟ از اینکه لاغر توی این اجبار مجبور نبودم یه دختر بد ترکیب روستایی رو تحمل کنم خوشحال بودم چون اکثر دخترای روستا اصلا به خودشون نمیرسیدن و حتی میشد که ده روز به ده روزم هم هموم نرن و استحمام نکنن با صدا زدن اسمم سرم و بالا آوردم و از فکر بیرون اومدم به هم گفتن که با دختره برم تو حیات و صحبتامونو کنیم و اینجا من دلم بیشتر از هر وقتی بودن خاتونی رو میخواست که از لجه با آقا راضی به اومدن نشده بود. وقتی با دختر صحبت کردیم تازه فهمیدم که دختر بزرگترین کشاورز روستا چقدر سر و زبون داره و چقدر برای زندگی کردن با منی که پسر خان بودم حالا با هر شرایط و قیافه شرط و شروط میذاره. حتی اونقدری پر رو بود که همون بار اول دیدار وقتی من حتی از قبلم ندیده بودمش بحث رابطه رو پیش کشید و به هم گفت که واسهش مهمه که من روی تخت چجور رفتاری باهاش دارم و باید تا جایی که امکانش هست باهاش آروم رفتار کنم چشام از این حرفاش باز شده بود که شونه بالا انداخت و با گفتن اینکه بالاخره شما هم پسر همون خانی که هشت تا بچه درست کرد و حتما یه ارسایی ازش بهتون رسیده اینم برام اضافه کرد که اگه بچه اولش پسر نشد دیگه توانایی بچه آوردن رو نداره و حتی من میتونم زن دیگه بگیرم تا برای خان وارث بیارم. دلم میخواست این حرفاش جلوی خان هم میزد تا خان میفهمید دست رو چه اوجوبه گذاشته. اما این دختر با ظاهرش دل تک به تک اعضای خانوادم رو برده بود و اون شب شیرینی خورده ای من شد. خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردم روزها میگذشت و خان و کشاورز که همون پدر مریم بود تو جون بجوش این بودن که بهترین تدارکات و واسه عروسی ما بچینن این روزها تنها همدمم هم خاتون شده بود و صبح تا شب های حرفاش می نشستم و درد و غمام و تو گل دامنش چال می کردم. حتی خان نمی دیگه شهر برم و به کارخونه ها سر بزنم. فقط به می گفت باید از این به بعد حواسم به روستا و اهالیش باشه. خاتون به هم میگفت فعلا باید تحمل کنم تا این ها تموم بشه بعد از ازدواج میتونم خانو راضی کنم تا به کارخونم سر بزنم نمیدونستم گفتن این که من دلو به یه دختر شهری دادم به خاتون درسته یا نه اما بالاخره بهش گفتم و اون با لبخند و هزار تا قربون صدقه از عشقی که دوچارش شده بودم استقبال کرد برام پای صحبت نشست و به هم گفت که به این عشق دلش روشنه به هم گفت درسته که خودش به کسی که دوستش داشته نرسیده و بینشون جدایی افتاده اما به من امید میداد که بالاخره شومی اجبار از زندگیم پاک میشه و روزهای خوشم در انتظارمه نمیدونستم باید این کنجکاوی رو خفه کنم و ازش نپرسم که داستان عاشقش چی بوده یا یعنی اینکه حرف دلم و به زبون بیارم و ازش بخوام که به هم بگه چجوری درگیر عشق و عاشقی شده اما مثل همیشه برخلاف انتظاری که داشتم خودش شروع به گفتن کرد و از عشقی که تو شهر دوچارش شده بود برام گفت. گفتش که اون روزهای آخری که تو شهر بودن خاتون خیلی به کتاب فروشی و اینجور جاها میرفته و چون پدرش تو چاپ روزنامه کار میکرد و علاقه دخترشو رو به اینجور چیزا میدیده بیشتر وقتها خاتون رو هم با خودش میبرده. خاتون میگفت تو یکی از همون روزها بود که موقع خوندن خبرهای مشروح روزنامه چشمم به پسری خورد که اون طرف چاپخونه پا روی پا انداخته بود و به من نگاه میکرد میگفت یه جوون خوشبرورو بود که بعد از اومدن بابام از اتاق مدیریت باهاش خیلی خوشو بش کرد و از صداش معلوم بود که گوینده اینجور خبرهاست که قرار تازه استخدام رادیو بشه و به مطالب روزنامه برای خبرها نیاز داره خاتون می گفت از بعد همون دیدنش رفت آمدم به چاپخونه بیشتر و بیشتر شد تا حدی که آقام به هم شک کرد اما بازم پای علاقم می و چیزی به هم نمی گفت می گفتش که اون پسر هم بیشتر وقتا اونجا بود و به دیدن خاتون می نشسته تا اینکه بالاخره این صد دوری بینشون شکسته می شو پسر موقعی که خاتون تو آشپزخونه کوچیک اونجا واسه پدرش چای می ریخته پیش میاد و سر صحبت و باهاش باز میکنه. خاتون میگفت با هم میرفتیم چاپخونه و روزهای بودنمون رو با هم یکی کرده بودیم حالمون کنار هم خوب بود و هر از گاهی یک گوشهای به بهونه تبادل نظر درباره مطالب روزنامه با هم حرف میزدیم تا اینکه خوشی روزهامون تموم شد و اون آخرین باری که همدیگر رو دیدیم هیچ کدوم نمیدونستیم آخرین باره خاتون میگفت بعد از اون حتی رنگ نگاهش رو هم ندیده اما هر شب برای خودش صورت پسر رو تو خواب نقاشی میکنه دلم گرفته بود حالا با حرفهای خاتون گرفته ترم شدم روزهامو با بدبختی میگذروندم و تنها سرگرمی زل زدن به سقف سفید اتاق خوابم بود تا اینکه روز عروسیم رسید به زور به هم رسیدن و کت شلوار دومادی تنم کردن کت و شلواری که اجبار از جای دوختاش هم مشخص بود اون شب و با هر بدبختی که بود گذروندم و فقط خدا رو شکر میکردم که اون دختری شهری پشت در اتاق هجلم نبوده که ازم متنفر بشه البته که اتاق هجلم واسه خودم نفرت انگیز بود و با هزار تا ادا اصول دختره تموم شد از همون شب و اول شروع زندگیمون معلوم بود که حتی دل اونم با من نیست بیشتر روزهامون رو با جنگ و دعوا میگذروندیم و این وسط چند تا همخوابی هم با هم داشتیم تا اینکه نمیدونم چی شد که مریم حامله شد مریم حامله شده بود اما خبر این هیچ جا پخش نشد و فقط خودم و خودش از این موضوع خبردار شده بودیم. به گفته مریم که به صحبت با هم نشست قرار شد که این بچه رو سخت کنیم چون هیچ کدوم به هم علاقه ای نداشتیم و حتی منی که شوهرشم به قول خودش روی تخت هم نمیتونستم اونو راضی کنم و مریم دلش جدایی میخواست. البته از لابلای حرفاش معلوم بود یه خواسته دیگه هم داره اما به هم گفت فعلا باید این بچه رو سخت کنیم تا بعد سر صحبت های اصلی در مورد ادامه زندگیمون بشینیم. آخر کارم مجبور شدیم خاتون رو از این موضوع با خبر کنیم تا با داروهای دمنوشی که بلده این بچه یه تازه شکل گرفته رو از دست بدیم. بالاخره بعد از یه هفته خوردن این داروها که به هر کسی ازش میپرسید این چیه میخوری؟ جوابش این بود که یه دمنوش واسه آروم کردن سردرداش سر همینم آقا جونم به صحبت با من نشست و ازم خواست بیشتر هوای زنم داشته باشم تا به این دردها دچار نشو مجبور نباشه که دارو مصرف کنه به گفته آقا جون با محبت همه این مشکل ها حل می شود. اما نمی دونست که مشکل ما بیشتر از این حرف هست. بعد از سخت شدن بچه که با درد زیاد مریم همراه بود پای صحبت نشستیم و مریم بدون هیچ خجالتی به هم گفت که اگه میخوام تا این مشکلی که رو تخت دارم یعنی زود به اوج رسیدنم و بین اهل خونه پخش نکنه باید برادر زادم یعنی پسر همون خانداداشم و واسهش جور کنم و یه کاری کنیم که به شهر بریم. به گفته مریم وقتی به بهونه هر چیزی به شهر می رفتیم بقیه تو زندگیمون دخالتی نداشتن و میتونستیم هر کدوم به زندگی مورد علاقه خودمون برسیم. اما عجله مریم برای به اوج رسیدن توی تخت خیلی زیاد بود که منو مجبور کرد همون روزای اولی که این حرفا رو با هم زدیم سراغ پسر برادرم که فقط چند سالی از خودم کوچیکتر بود برم و درباره این باهاش صحبت کنم وقتی سر صحبت رو تو حیات امارت باهاش باز کردم بدون چون و چرا و حتی با علاقه تمام قبول کرد که این کارو بکنه و من جرقه تو ذهنم خورد که نکنه این دوتا از قبل با هم زد و بندی داشتن البته دیگه واسم مهم نبود و من با این جریانات، داشتم به دختر مورد علاقه شهریم نزدیک می شدم. اون شب چون داداش اینا امارت موندن قرار شد که برادرزادم به اتاقمون بیاد و به جای من زنم و راضی کنه فقط نمیدونستم باید چجوری تحمل کنم که جلوی چشمای خودم ناموسم و به دست پسر برادرم بسپرم اما تحمل کردم چون مریم واسه من اهمیتی نداشت اون شب و با دیدن ارتباط برادر زادم و زنم روی تخت هر جور شده بود گذروندم و فرداش بدون اینکه که بخوام توی وقتی که داشتم اطلافی کنم سراغ خان رفتم چون قرار شده بود مریم با پدر و مادر خودش حرف بزن و برای رفتن به شهر رازیشون کنه و من آقا جونم و. اولش هیچ کدوم از خانواده ها راضی نمی شدن و می گفتن ما باید همینجا باشیم تا وارث های این روسا ها رو به دنیا بیاریم اما بالاخره با تهدید به اینکه اگه بخوان مخالفتی با رفتنمون به شهر بکنن از هم طلاق می گیریم و جدا میشیم راضی شدن که بریم اما گفتن که باید هر چه زودتر به فکر آوردن وارث باشیم خندی به این حرفاشون زدم و به اینکه قرار بود بعد از رفتن به شهر مریم و طلاق بدم و با همون دختر مورد علاقم از کشور خارج بشیم فکر کردم توی همین گیروویری بودیم که خبر رسید شوهر خواهر بزرگم یعنی همون پسرموم بر اثر تصادف از دنیا رفته این یه موضوع بود که بحث طلاق و رفتن ما رو عقب انداخت و مجبور شدیم حالا حالاها صبر کنیم واسه رفتن اما تنها چیزی که خوب بود این بود که دیگه خواهرم مانعی برای رسیدن به حسن نداشت که البته اینم خودش ماجراهای رو به دنبال خودش برامون به همراه برد از روزی که فوت شده بود امارت خیلی شلوغ بود و من این وسط متوجه رابطه های مکرر برادر با مریم می شدم. اما حرفی نمی زدم و جوری وانمود می کردم که انگار متوجه نمی شم. البته که واسم مهمم نبود که مریم تنوع طلب و دوست داره هر جورش رو امتحان کنه اینو وقتی فهمیدم که بهم هم پیشنهاد رفتن به شهر رو داد و من از همون روز فهمیدم برخلاف ظاهر زیبا و تو دلبرویی که داره درونش از هزار تا کثیفی هم کثیف‌تره واسه همین خودم و مشغول مراسم ها کرده بودم و یه دوباری هم به بهونه اینکه همه از کارخونه دور افتادن و بالاخره باید یه نظارتی روش باشه به کارخونه رفتم و بعد از مدت ها با دیدن نیمه شهریم که حتی با دیدنم به هم لبخند زد شارژ شدم و برای ادامه انرژی گرفتم. از وقتی اون لبخندش و موقع ورودم تو کارخونه به هم دیدم فهمیدم که اونم به هم بی علاقه نیست و حتی این موضوع با خاتونم در میون گذاشتم. اونم تاییدم کرد و با قربون صدقه رفتن واسم آرزوی خوشبختی کرد تنها نگرانیم از این بود که نکنه دختر با فهمیدن ازدواجم با مریم نسبت به هم سرد بشه و نخواد که با هم ازدواج کنه واسه این همین به سرم زد با پول خونوادش رو راضی کنم که به هم بدنش و بعد هم بدون گفتن هیچ چیزی از گذشتم بهش ورش دارم و با هم از این کشور بریم بالاخره بعد از این همه کار کردن تو کارخونه و پولایی که هر ماه آقا جون واسه آیندم تو کارتم میریخت میتونستم یه زندگی کامل تشکیل بدم روزها ما با فکر به زندگی با دختری شهری که دلمو برده بود میگذروندم که با دعوایی که پسر خواهر بزرگم راه انداخت درگیر مسائل خونوادگی هم شدم اون روز وقتی مش حسن اومده بود تا سفارشایی که خاتون بهش داده بود و تحویل خونه بده پسر خواهرم جلوشو گرفت و با گرفتن یقش روی زمین انداخته شد تا جون داشت حسن و زد چون زور پسر خواهرم زیاد بود و تو ورزش هایی مثل رزمی و این چیزا ماهر بود نمیتونستیم رو بگیریم تا اینکه خان من و پسر برادرم و فرستا تا به قول خودش با بدن ورزیدمون که جوانتره از هم جداشون کنیم خواهرم جیغ و پسرشو قسم می داد میکرد و پسرش قسم میداد که کاری به کار حسن نداشته باشه اما انگاری پسرش با هر حرف مامانش داغتر میشد که مشتاش رو محکمتر از قبل روی تن و بدن حسن میزد بالاخره با صد تا زور از هم جداشون کردیم خان اومد جلو یه در گوشی به پسر خواهرم زد و روی صورتش فریاد کشید که این چه کاریه که تو کردی با این کارت آبروی خانوادت رو بردی پسر خواهرم هم که به سیم آخر زده بود و غم جلوی چشماش بسته بود صداش روی خان بلند کرد و هرچی توی دلش بود و روی زمین ریخت از این میگفت که خان همیشه به فکر خودش بود و هیچ وقت به دل بچه توجهی نداشته حتی بهش گفت که مرگ پدرش تقصیر خان و خودخواهیاشه چون پدرش توی راه کارخونه مرده اونو مقصر میدونست که چرا پسرای خودش رو توی کار ننداخته که پدر پیر این بخواد واسه این کار کشته بشه بعد از اینکه حرفاشو با لحن بدی به خان زد به سمت حسن برگشت و به اونم یه سری حرفایی زد حرفایی که تمام گذشته ها رو فاش کرد و معلوم شد که پسر خواهرم از توی وصیتی که پدرش مبنی بر اینکه که بعد از مرگش به خاطر این همه سال عذابی که خواهرم تو زندگی بدون عشق با اون کشیده حالا میتونه با حسن ازدواج کنه و دم پیری کنار هم خوش باشن پسر خواهرم به حسن گفت که بیا اینم مادرمون واسه تو ولی بدون این زندگی هیچ وقت مثل زندگی قبلش نمیشه و قبل از تو کسی بوده که صاحب مادرم باشه پسر خواهرم اینو گفت و رفت و با رفتنش اشک حسن و خواهرم رو به حق حق تبدیل کرد اینکه واقعیت ها رو به روشون آورده بود از صد تا زهر ماری بدتر بود و باعث شد اون شیرینی اجازه دادن بابت ازدواج کوفت همه بشه همه این خدمه و حتی خاتون داشتن این ماجرا رو میدیدند و وقتی خان با کمر شکسته روی مبل پشت سرش افتاد من پوسخنده خاتون رو دیدم و با حرفای زیر لبی که میزد پشت سرش تو آشپزخونه رفتم خاتون که متوجه اومدنم شده بود وقتی که داشت وسایل پانسمان رو برای زخمای حسن آماده میکرد، کرد حرفاشو بلند بلند زد و گفت که می بینی مادر زندگی رو دور گرده همون زجها و گریه که من و سر زورگوی های آقا جونت کشیدیم الان داره سر زندگی عزیزهاش خالی میشه هر کدوم از یه وری دارن زخم میخورن خاتون گفت و گفت و حرف دلشو خالی کرد آخرش با برداشتن سینی به سمت حسنی که روی مبل خابونده بودنش رفت و وسایلو به دست برادر هم که خودشو شیرین نشون میداد تا یه ارسی بعد از رفتن من که ازش خبر داشت به خاطر سوالایی که ازش پرسیده بودم بهش برسه داد همه اهل خانواده گریه میکردن و من میدیدم که نگاه مریم همش به برادر زادم و انگاری که حالیش نبود وسط جمعه جدای از اون نگاه داداش دومیم دوباره سمت من کشیده شده بود و من نمیدونستم باید کدوم رو نگه دارم که حواسم از یه جایی پرت نشه تا زخم نخورم آخر کار این بساط با حرف آقاجونم مبنی بر این که حسن و خواهرم میتونن بعد از چهلوم پسرمون با هم ازدواج کنن و تو همین امارت زندگی کنن یا حتی اگه دلشون نخواست میتونن هر جایی برن تمام شد از اون روز به بعد هر کسی سرش تو زندگی خودش بود و من تازه داشتم خودم و جمع و جور میکردم تا سراغ دختر گمشده شده شهرین برم که یه ماجرا دوباره وسط این رسیدن خط انداخت و باعث شد که طول بکشه. برادر زادم اون شب وقتی داشتم لب حوز یه نخ سیگار میکشیدم سراغم اومد و ازم درخواست کمک کرد. این چند وقته همش تو اتاق با مریم میخوابیدن و من چیزی نمیگفتم. دلم نمیخواست بهونه دستشون بدم تا مانعی برای رفتنم به شهر بشن. واسه همین همیشه یه تشک پایین تخت پهن میکردم و زودتر از اینکه اونا کارشون رو شروع کنن خودم رو به خواب میزدم. اون شب برادر زادم به هم گفت که مریم مشکوک به حاملگیه و الان چند وقتی میشه که پریود نشد و سوز و درد شدیدی رو تو پایین تنش احساس میکنه. دلم میخواست بهش بگم که به من ربطی نداره من هیچ عرض اندامی تو زندگی اون ندارم که بخوام به خاطرش کاری رو انجام بدم. اما بازم برای رسیدن به دختر مورد علاقم حرفی نزدم. فردای اون روز به بهونه اینکه قراره با مریم و برادر زادم بریم و به امور کارخونه یه سری بزنیم راهی شهر شدم تا مریم رو به دکتر نشون بدیم چند ساعتی رو مجبور شدیم تو شهر دور خودمون بتابیم تا یه دکتر زنان خوب پیدا کنیم سر پیدا نکردیم و مجبور شدیم به بیمارستان سر بزنیم اونجا هم چند ساعتی رو معطل شدیم و سر من به مریم یه تیکه انداختم که به هم پرید و گفت که مشکل از خودم بوده که اون برادرزادم و انتخاب کرده اما منی که دقل این دختر رو میدونستم بهش پوزخندی زدم و همون وقت با صدا زدن اسمش توی اتاق دکتر رفتیم. دکتر با دیدن من و برادر زادم رو به مریم نسبتمون رو باهاش خواست که من و برادرش و برادر زدم و شوهرش معرفی کرد. به حرفش پوزخند صداداری زدم که دکتر پشت چشمی نازو کرد و با گفتن اینکه بفرمایید پشت پرده دراز بکشید تا معاینتون کنم سراغ مریم رفت. برادر زادم نگاهش به من کشیده شد و با گفتن اینکه نباید اون پوست خندو میزدم چون الان این دکتر به رفتارمون شک میکنه ازم خواست که بیشتر حواسم به این چیزا باشه اما منم با گفتن اینکه تو هم یکی مثل همون مریمی که از ناموس و این چیزا هیچی حالید نیست و هنوز توی حال و هوای بچگیت قدم میزنی حرف دلمو بهش زدم تا بفهمه تا اینجای کارو اشتباه اومد و از اینجا به بعدش پای خودشه که چجوری بگذرونتش با اومدن دکتر و مریم ساکت شدیم و به هم نگاه بدی انداختیم دکتر با گفتن اینکه مریم حامله نیست و فقط به خاطر رعایت نکردن بهداشت موقع رابطه دچار عفونت زنانگی شده خیالمون رو راحت کرد اما نگاه های بد دکتر به همون باعث شد که حال هممون گرفته بشه و بفهمیم که دروغی رو که مریم گفته رو باور نکرده. بالاخره هر جوری که بود نسخه رو نوشت و بعد از گرفتنش به سمت شهر حرکت کردیم تو راه بودیم که مریم بحث اومدن تو شهر رو پیش کشید و بهم به گفت که امشب بحث اومدن به شهر رو با خان مطرح کنم و به فکر خونه براش باشم اما من به سرعت به روش برگشتم و بهش گفتم که حواسش به رفتارش باش و پاشو از گلیمش درازتر نکنه اونم با گفتن این که همینه که هست من مهریم و میخوام منو مجبور کرد تا از فردای اون روز دنبال یه واحد تو شهر براش بگردم تا بالاخره یه خونه نقلی با قیمت کم گیرم اومد و همونو براش قولنامه کردم. البته واسه شرط گذاشتم تا وقتی که خودم برای خودم خونه نگرفتم باید همینجا یه اتاق بهم هم و بعد از اینکه خواستم برم اونو به خیر و ما رو به سلامت. اینقدر بالا و پایین کردیم تا بالاخره روز رفتنمون به شهر رسید و خان بعد از اینکه حسابی نصیحتمون کرد من به سراغ خاتون رفتم و اینقدر تو بغلم فشارش دادم که صداش در اومد. برام آرزوی خوشبختی کرد و به قول خودش با گریه از سر خوشحالی منو بدرقه هم کرد. درست اولش کمی سختمون شد، اما بالاخره روزای خوشم هم کنار همون دختره شهری با دعای خیر خاتون رسید. اون روز دم در وقتی از حسن و خواهرم داشتیم خداحافظی می کردیم با شیطنت رو به حسن گفتم که باید به فکر بچه باشن تا دیر نشده و اون با خنده رو شونم زد و بهم به گفت که این کارا مخصوص ما جووناست نه اونایی که ازشون سنی سن گذشته درسته با این حرفش دلم میخواست بهش بگم که بین من و مریم هیچ رابطه ای نیست اما زبون نگه داشتم و با یه خداحافظی سرسری به سمت شهر روندم تا زودتر به دیدن دختر مورد علاقم برسم. مریم تو طول راه به هم گفت که امشب قراره برادر زدم به خونش برو بهتره همین یه شب و من تو کارخونه بخوابم. درسته با حرفش موافقت کردم اما زهر خودم هم ریختم و با گفتن اینکه که لاغلی کمی صبر داشتی تا سیغه طلا خونده بشه بعد به کارات میرسیدی خلقش رو تنگ کردم. بالاخره با رسیدن به شهر اونو دم خونش پیاده کردم و با نهایت سرعتی که از خودم و ماشین بیچاره خبر داشتم سمت کارخونه روندم. از شانس خوبم دختره که فهمیدم اسمش نازنینه هم اون روز کلاس تو دانشگاه نداشت و همونجا کمک کار مامان و باباش بود. با رفتن به اتاق مدیریت و دیدن اینکه کسی نیست لبخنده گشادی لبم پر کرد و حالا میتونستم با گفتن اینکه خودش و پدر و مادرش به اتاقم بیان دختره رو ازشون خواستگاری کنم زنگ زدم به نگهبان و بهش گفتم که یه جعبه شیرینی با یه دست گل از بیرون واسم بگیره و بیاره اونم به سه نرسیده همه چیز رو توی اتاق واسم مهیا کرده بود و با گفتن امر دیگه نیست قربان رفتش باید حواسم بیشتر جمع میکردم تا کارکنای خبرچین کارخونه از رفت آمدم با این دختر و بادش خبردار نمی شدن که بخوان به آقاجونم خبر بدن و واسه مشکل درست کنن واسه همین به خدمتکار آبدارخونه و حتی همون نگهبانی که گل و شیرینی رو گرفته بود گفتم که شب یه قرار کاری داریم و اینا رو واسه همون دارم میچینم بالاخره وقتش رسیده بود که به حسم اعتراف کنم و با رفتن پیش اون پدر و مادر و دختری که داشتن برای رفع خستگی از فلاسک چایی که همراهشون بود چای میخوردن به اتاقم دعوتشون کردم لحظه اول متعجب شدن اما همرام اومدن و من با هزار تا خجالت و حس مختلف به حسم اعتراف کردم بهشون گفتم که من خونوادم یه همچین اعتقاداتی دارن و حتی ازدواجم با مریمم گفتم که نخواد بعدا سرم دبه در بیاره و توی زندگیم دخالت کنه و با تهدید به اینکه این دختر از زندگی گذاشتم خبر نداره زندگیمو نابود کنه گفتم که بهترین زندگی رو واسه دخترشون میسازم اون هم که وضع مالی خوب من رو دیده بودن و خبر داشتن که میتونستم زندگی خوبی رو واسه دخترشون بسازم حرفم رو قبول کردن اما یه شرط واسم گذاشتم. اونم این بود که بعد از ازدواجمون باید دخترشون پیششون باشه و حتی حاضرن هیچ کس از این ازدواج با خبر نشه اما تک دخترشون ازشون دور نشه. منم که از خودم بود قبول کردم و دنبال یه آپارتمان دو طبقه افتادم. بالاخره بعد از هزار تا تلاش پیدا کردم و حتی اون شبایی که دنبال خونه بودم برای خوابیدن خونه مریم نمیرفتم. فقط برای امضای طلاق توافقی دم خونش رفتم. بالاخره بعد از یه جشن کوچیک چهار نفره توی محضر سر خونه زندگیم با اون دختر رفتم و حتی کارم هم تو کارخونه ول نکردم. برای آقا جونینا می گفتم که زندگیم با مریم خوش و بشه و اما با نازنین بهترین بودم. تا اینکه بعد از چند سال با بچه دار شدنم این موضوع به خونوادم گفتم و آقا جونم که الان صد سال اورد کرده بود منو با همون خونواده پذیرفت و بچه های من وارثش شدن. از مریم و هیچ کس اضافه دیگه توی زندگیمون خبری نبود و ما کنار هم بهترین بودیم. ممنونم که داستان منو گوش کردین و برای زندگیم انرژی میفرستیم.